چند سالی است که کلاس ها و سیدی های آموزشی مؤسسه فرهنگی هنری عرفان کیهانی در تهران و برخی از شهرهای ایران مورد توجه قرار گرفته است. محمد علی تاهری بنیانگذار این مؤسسه در وبسایت شخصیش حوزه فعالیت خود را فرادرمانی شاخه ای از درمانهای مکمل ذکر کرده که به گفته وی ماهیتی منطبق بر عرفان ایران داشته و زیر مجموعه ای از عرفان کیهانی حلقه به شمار می آید. فرادرمانی بر پایه نظریه پیوند شعوری اجزا استواره که بیمار از طریق اتصال به شبکه شعور کیهانی توسط فرادرمانگر به شبکه شعور کیهانی آگاهی و هوشمندی حاکم بر جهان هستی متصل میشه و ضمن ارائه اطلاعاتی از نحوه اتصال خود از طریق گرم شدن سرد شدن یا درد گرفتن تیر کشیدن و ضربان زدن حتی تشنج و غیره اعضای معیوب و تنشدار بدن او مشخص میشه و با حذف علائم روند درمان آغاز میشه آقای تاهری در سالهای اخیر به عنوان بنیانگذار سایمنتولوژی و طب مکمل در ایران سخنرانی های متعددی را در مراکز علمی داخل و خارج ایران داشته و عناوین و جوایز مختلفی را نیز به دلیل فعالیت هایش در این حوزه کسب کرده است. دانشگاه پزشکی سنتی ارمنستان به محمد علی تاهری بنیانگذار طب مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی دکتره افتخاری اعطا کرد. هرچند که فعالیت های آقای تاهری در دوره مورد توجه قرار گرفته و گاهی نیز از آن تقدیر شده است اما در سالهای اخیر و خصوصا پس از گسترده تر شدن دامنه مخاطبان وی محدودیت برای فعالیت های وی اعمال شده و در موارد نیز مورد حمله جریان های مذهبی قرار گرفته است. نتیجه اعمال محدودیت ها این بود که مؤسسه عرفان کیهانی تمام فعالیت های خود را از تاریخ 15389 متوقف کرد، اما با این وجود محمد علی تاهری دستگیر و روانه زندان شد. وبسایت جوان آنلاین، پایگاه خبری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رابطه با دستگیری آقای تاهری نوشته است، بنیانگذار مؤسسه عرفان کیهانی اخیرا برای سومین بار به اتهام ارتداد صبح و نبی و مفسد و فلعرز دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است در هفته های اخیر و خصوصا پس از اختلاف محمود احمدی نژاد و رهبری نظام اسلامی بسیاری از افراد از جمله عباس قفاری به اتهامهای های مشابه دستگیر و روانه زندان شدند احمد باطبی صدای آمریکا واشنگتن